رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی همراه ما هستن. خیلی خوش آمدین آقای غیبی. ابتدا به این فایل صوتی که با هم شنیدیم بپردازیم. در بخش از این فایل صوتی بحث رفتار غیر انسانی با کارگران مطرح شده و اینکه اخبار مربوط به شرایط دشوار کارگران در رسانه‌های داخلی حتی انعکاس هم پیدا نمی‌کنه. جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت دینی مذهبی همیشه از رعایت حال کارگران و پرداخت حق حقوقشون پیش از خوش شدن عرق پیشونیشون میگه. این تناقض رو شما چطور تحلیل میکنید؟ بله، اولا در مورد اون شرایطی که در فایل صوتی هم اشاره شد شاید بشه کاملترش کرد و اونم از این منظر که خب اون کارگرانی که در اون مناطق کار میکنن خب شرایط ویژه‌ای دارن، خب 2 هفته کار دارن، 2 هفته استراحت، شیفت های طولانی مدت و مسائل بهداشتی و ایمنی و اسکانشون بسیار چالش برانگیز اونجا، یعنی مشکلات عدیده‌ای رو در این زمینه دارن. مهمتر از تمام اینها قراردادهای کار کوتاه مدتیه که با اینها بسته میشه و هیچگاه اینها نسخه‌ای حتی از اون قراردادی که امضا میکنن رو دریافت نمیکنن، صرفا قراردادی امضا میکنن که در دست کارفرما هست و جنبه دیگرش بعضا بخشیشون هم ساعت کار کمتری در هفته دارن که شامل حقوق و مزایای قانون کار نشوند. اما اینکه این تناقضیه که در جمهوری اسلامی وجود داره، خب جمهوری اسلامی یک حکمرانی مبتنی بر تضاد هست، چه از شعارهایی که اول انقلاب داده شد مبنی بر ریشه کن کردن فقر و مبارزه با فقر و امروز شاهد هستیم که در بالاترین سطح ممکن گسترش فقر صورت گرفته، چه در حوزه کارگران که مدام از حقوقهای از قوانین حمایتی و از برنامه های حمایتی گفته میشه ولی در عمل هیچ اتفاقی نمیفته، چرا که این سیستم، این حکمرانی به کارگر و اصولا به مردم ایران به چشم ابزاری نگاه میکنه برای رسیدن به اهداف کلان خودش در بعد ایدئولوژیک. بنابراین این کارگران چرخ‌دنده های اون بخش اقتصادی حکومت هستند که با به کارگیری و بردهداری نوین اونها رو به خدمت گرفته و داره ازشون سوء استفاده میکنه، چرا که در همین صنعت نفت ما شاهد تأسیس شرکت های مختلفی در قالب پیمانی، پروژه‌ای و بحث‌های اینچنینی هستیم که خب ضرورتی نداشته و بعضن افراد نزدیک به حلقه های قدرت این شرکت ها رو تشکیل دادن، پروژه ها رو میگیرن، کارگران رو استخدام میکنن، دولت از پاسخگویی مستقیم به کارگران فرار میکنه و در این بین سودهای کلانی نصیب اون صاحبان شرکت ها میشه. خب تناقض بسیار زیاده اگر بخوایم اشاره کنیم، فرصتی نیست ولی میشه گفت که کارگران امروز تحت تأثیر استثمار و بردهداری نوین جمهوری اسلامی قرار گرفتن که خودشون هم دارن به این موضوع اذعان میکنن. آقای غیبی، از ابتدای خیزش انقلابی زن زندگی آزادی خیلی از کارشناس ها باور داشتن که اعتصابات کارگری در عرصه صنعت، نفت و پتروشیمی یا سایر صنعت ها قادر این خیزش رو سریعتر به نتیجه برسونه. شما فکر میکنین اعتصابات گسترده کارگران در طی این روزهای اخیر از خواسته های صنفی هم فراتر خواهد رفت؟ قطعا فراتر خواهد رفت. ما امروز شاهد خواسته های صنفی هستیم که خب مهمترین اون و مشخصا بحث حقوق و دستمزد رو دارن مطرح میکنن. وقتی این کارگران، بالاخره اینها خانواده هم دارن، اینها هم در همین کشور در بین همین مردم زندگی میکنن، مسائل و محدودیت ها و فشارهای اجتماعی به خانواده اینها هم وارد میشه و از یک جایی این اعتراضات صنفی با اعتراضات اجتماعی خب پیوند میخوره، این پیوند خوردنش میتونه اون نقطه عطفی باشه که همه منتظرش هستن. گسترده شدن این اعتراضات و اعتصابات در حوزه کارگری، در صنعت نفت، در تولید، در بخش‌های مختلف میتونه حاکمیت رو بدون اینکه در کف خیابان اقدام به کور شدن مردم بکنه، اقدام به کشت و کشتار بکنه، در
در یک منگنه ای قرار بده، چرا که از نظر درآمدهای نفتی میتونه تحت شعاع قرار بده، از نظر تولید و گردش کالا و تأمینش در کشور میتونه تحت تاثیر قرار بده. تبعاتی که اعتصاب کارگری در بخش‌های مختلف صنعت نفت گرفته تا سایر صنایع میتونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه، هیچ اعتراضی و هیچ حضور خیابانی به تنهایی نمیتونه داشته باشه. بنابراین جمهوری اسلامی هم با علم به این موضوع همواره سعی کرده از تشکیل گروه‌های کارگری، سندیکاها و تشکل‌های کارگری و صنفی جلوگیری بکنه و اونها رو سرکوب بکنه. نکته اصلی که طی 4 دهه گذشته ما شاهد هستیم و اجازه ندادن شکل بگیره این گونه سندیکاها و تشکل‌ها، دقیقاً به همین نکته برمیگرده که اینها قدرتی فراتر از حضور در خیابان خواهند داشت. فقط با هیچ کاری نکردنشون میتونن یک نظام رو ساقط بکنه.